آقا ببخشیدش، حالا یه خبطی کرده دیگه. اتفاقا کار درستی کرده، بایدم رسید بخواد. یاد بگیر همین حماقت ها رو کردی که به خاک سیاه نشستی. بدش به من. آقا تو رو جون دختراتون منو با چوب بهزاد نرمی، به جون خودم من این وسط هیچ کارم. سلام. سلام، میتونم بیام تو؟ اختیار دارم. چرا نمیای تو؟ خوبه همینجا منتظری منوچهرم. یعنی شجاعتت همینقدره؟ بحث شجاعت نیست، احترامه. آقا بهزاد شما گله‌مندی، مغروزی، سوء زن داری، ولی این راهش نیست. بیاین تو بشین، مثل دوتا آدم عاقل و بالغ با هم مشکلاتتون رو حل کنید. این که دوست داری آخر قصه ها خوش تموم شه خیلی خوبه، ولی همیشه اینطوری نی. یعنی شما عقل کلی و همه چی رو میدونی. یه روانشناسی میگه هنر عاقل بودن یعنی اینکه آدم آگاهی داشته باشه کجا از چه چیزی چشم پوشی کنه. اگه بخوای به همین روال ادامه بدی، بهار رو برای همیشه از دست میدی. من مطمئنم بابا تا آخر این ماه بهار رو شوهر میده. به بهار خانم بگو عروسیش مبارک باشه، چه امروز، چه فردا، چه یه ما دیگه. شما داری لج میکنی؟ نه لج نیست، من یه چیزایی رو میدونم که شما ها نمیدونی. مثلا من شاهدم رو بردم برای بازپرسی، اما تو بازپرسی زد زیر همه چی. یعنی چی؟ یا بابات خریدتش یا ترسوندتش، ولی من سر ادعام هستم. در ضمن منم برای ازدواج عجله دارم، تا هفته دیگه هم دارم میرم خواستگاری. به بابات هم بگو اگه میخواد بهار رو شوهر بده زودتر، یه ماه که خیلی دیره. بهزاد ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، ولی من این مدلی تو تا حالا ندیده بودم. تو روانشناسی میخونی پس حتما میدونی آدم ها همیشه یه مدل نیستن. گفت نه با اون مگه رو جنازه ای من رد چه. خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ. بله چیه؟ چرا هرچی زنگ زدم رد کردی؟ حتما نمیتونم جواب بدم دیگه. مگه چی شده که نمیتونستی جواب بدی؟ باشه بابا باشه، میام خونه کامل بهت توضیح میدم. چه گیری کردی من دست این قوم عشقی ها. سلام. سلام. ببخشید برای تأخیرم، واقعا عذرخواهی. دیگه داشتم میرفتم، چرا انقدر دیر اومدی؟ گرفتار شوهرخواهرم شد. تقدیم با احترام. ببخشید مناسبت این گل چیه؟ تشکر بابت اینکه واسه آزادی من خودتون به زحمت انداختین. اینکه چی؟ ببینید خانم آذرنیا، من میخوام خانواده همون با هم آشنا بشن، دلیلش هم شما خودت میدونید. آقای فروزانفر، شاید این رابطه اصلا شکل نگیره، من و شما خیلی با هم تفاوت داریم. ولی همین تفاوت ها که عشق رو میسازن، نه شباهت ها. هیچ کس دنبال شبیه خودش نمیگرده.
منظور من فاصله طبقاتیه. ببخشید ولی من اصلا این حرفتون رو قبول ندارم. مگه شما دنبال شباهت ها نمیگردی؟ شما بیکاری، منم بیکارم. پدر شما مرحوم شده، پدر منم همینطور. پس ببینید مشترکات زیادی داریم با هم. خواهش میکنم انقدر همه چیو ساده نگیریم. خانواده من اصلا الان آمادگیشو ندارن. من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که هنوز ازدواج نکرده. البته من خدا نکرده قصد توهین ندارم، ولی فکر نمی‌کنین این رسم و رسومات یه خود کهنه شده؟ اینی که من گفتم فقط یکیش بود. یعنی به اندازه یه خوردن چایی هم نمی‌خواید میزبان خانواده من باشین؟ اجازه بدیم با مادرم صحبت کنم. فقط خواهش می‌کنم جوابش نه نباشه، چون وقت مجبورم سرزده بیام. اینو بی‌تعارف می‌کنم. ببینید آقای فروزانفر، این اصرار شما منو تو شرایط بعدی قرار میده. ببینید خانم آذرنیا، من به شما علاقه‌مندم به خاطر خیلی چیزا. یکیش اخلاق و مرام خوبتون. سلام مامان جان، خسته نباشی. ممنون، شما خسته نباشی. از بابا چه خبر؟ بهتر امروز؟ بد بود، بدترم شد. چرا؟ مگه چیزی شده؟ من که نبودم، اما نگار میگفت این پسری بی چشم و رو اومده بوده قرض باباتو بده. بهزاد؟ بله، آقا بهزاد حتی به خودش زحمت نداده یه توکه پا بیاد حال عموشو بپرسه. حیف از این همه زحمت که بابات برای این نمک نشناس کشید. خودش نمیداری ایستاده، اون وقت اون دوماد سرخونهشون رو فرستاده تو. بابات هم عصبی شده بهش توپیده. اگه من بودم همچین حالش رو میگرفتم. امان به خدا اینا همش از روی لجبازی. لجبازی چیه مادر؟ تنفره، کینه شطوریه. تو هنوز این قماش رو نشناختی، هنوز نشناختیش. سلام بهار. سلام. یه دقیقه بیا. چرا اینجوری میکنی؟ این آش دیگه زیادی داره شور میشه. منظورت چیه؟ امروز به بهزاد گفتم قراره برات خواستگار بیاد. چه جوابی بده خوبه؟ نمیدونم. چی گفت؟ گفت خودش هم داره ازدواج میکنه. هفته دیگه قراره برن خواستگاری. راست میگفت؟ من از کجا بدونم؟ ولی دلیلی هم نداشت بخواد دروغ بگه. اینو به مامان اینا هم گفتی؟ مگه مغز خر خوردم بهشون بگم؟ یه فقط دهنه در نره بگی نگار. خانم دکتر، اگه قرار بود بگم تا حالا گفته بودم. من برم بالا. Thank you.
بچه‌ای داره؟ نه بابا من ماما، خیلی بخاله. به خانم شیروانیان بگو معوقه بازنشسته ها رو ریختم. شنیدی سریا چی گفت؟ چاره ندارم. چی شده من چه ارزادی تو داشتی؟ آخه تو بیا وضعیت ما بیکارا رو ببین، ببین به چه مزلتی افتادیم آخه. بابا کوه در زحمت کش، آتل و باطل نشستی پای تلویزیون صبح تا شب، داری تخمه آفتاب گردون میشکنی، حالا چهار تا دونه بشقاب شستی. بابا ما این کارا که بیشتر کار میکنیم، آخه تو بیا وضعیت ما رو ببین. ای جون خودم سریا، اگه تو آخر هفته بیکار موندم آشای میرم وزارت کار، نه سمو چی کار میکنم، میگم آقا بهترین کارمندشو بیدلیل اخراج کرده. نه بابا تو هم شدی مثل بهزاد. خوبه چی؟ ها بهزادم شکایت میکنم که غرض و مرضی توش نباشه. یعنی چی آخه؟ برادرزاده و عمو دعواشونه، ما این وسط شدیم چوب دو سر طلا. حقته، از قدیم گفتن دوستی چنار خر زهره اومد نعمت داره. کبوتر دو برجه نونوار کردی کلاغ بی برجک. عالیه. یه پارچه آقا شدی قربونت برم من. خیلی بهت میاد. خیلی بهت میاد. بزن به افتخار شما. خوب ندید بدید، لباس دو مادیره که انگار با عجله نمیخرن. فردا شب برای اولین بار همگی میخوام بریم یه جایی. گفتم یه دست لباس نو بخرم، میگن شگون داره. کجا قراره بریم مادر؟ حالا خبری شده بهزاد؟ آقا قراره بریم با یه خانواده محترمی آشنا بشیم، اشکالی داره؟ منو چه؟ به جان خودم من این یکی دیگه خبر نداشتم. نگفتم آما، نگفتم این شازده یه چیز زیر سر داره. آخه مرد حسابی، تو اون موقع که یه پول پلهی داشتی تا میگفتن زن میگفتی پیف پیفا، الان که آدر بسات نداری فیلت یاد هندسون کرده. آقا جان شما ناراحتی میتونی نیای. معلومه که نمیای، اصلا چرا باید بیای؟ یه دقیقه ساکت باشیم ببینم قضیه چیه. خواستگاری کدومه؟ داری شوخی میکنی دیگه؟ نه نه مادر من، چه شوخی، کاملا جدیه. باز تو خودت بریدی و دوختی؟ نه بریدم نه دوختم، یه جلسه صرفا ساده و معارفه. الانم که اومدم دارم با تو مطرح میکنم، بد کردم. خب ببینم عروس خانم کیه؟ همون خانومی که وکیلم. ارغوان؟ خانوم آذرنیا. پس بهار چی میشه؟ بهار چی میشه؟ بهار ان شاءالله به سلامتی ازدواج میکنه، میره سر خونه زندگیش. آها شما ها منتظرین که من بیافتم به دست و پای عموم عزو التماس کنم و طلب بخشش؟ آره؟ نه من این کارو نمی کنم، مطمئن باشین. شما هم لطفا دیگه اسم بهار رو جلوی من نیار. آها پس تو به خاطر لجبازی با عمو دارین کارا رو میکنی؟ به هیچ وجه عزیز من، چه لجبازی؟ من و دخترم دیگه رو دوست داریم، با هم تفاهم داریم، منتها نظر شما هم برای من مهمه، خصوصا شما مادر. مادر تو اگه نظر من برات مهم بود اون مرافع رو را نمیداختی که من جلو عمود سکه یه پول بشم. آخه یه دفعه به این زودی؟ به این زودی؟ سالگرد کسی در پیشه؟ عزاداری خاصیه؟ یا چهلوم کسیه باید سب کنی؟ امر خیره دیگه پیش میاد. ببین بهزاد، پشت سر هم داری قصه رو قصه میسازی، گرفتاری پشت سر گرفتاری. خب کارش نمیشه که، باید بریم بزرگ فامیل آقای حسامو ببینیم، بیاد بره دختره رو برات پسند کنه دیگه. آقا منو چرا کوتاه بیاری، چیزی بهت میگم. آینه خب آقا اصلا به من چه مربوط؟ مربوط چه؟ بله مربوط چه؟ دیدی؟ بابا ما خودمون هزار تا گرفتاری داریم، به گرفتاری همون برسیم و هنر کردیم. مثل تکبر داره به چشمای من. اینم دو لیوانا رو بچی، لیوانا رو بچی. نوشه جام صد دفعه گفتم دوغ گازدار نگیری، اینو کی گرفته؟ این کار تو آقاما. فرشو پاک کن تا به خوردش نرفته. ارغوان جان چرا غذاتو نمیخوری؟ اشتها ندارم.
اشتها نداری؟ یا میخوای یه چیزی بگی رود نمیشه؟ دقیقاً میخوام یه چیزی بگم روم نمیشه. طوری شده؟ طوری که نه، فردا قراره بازم خواستگار بیاد. وای مبارک و مبارک. اعصاب ندارم سینا، ساکت. حالا کی هست؟ یکی از موکلای سابقم، بهزاد فروزانفر. آدم حسابیه خیلی، هم خودش هم خانوادش. دیدینش؟ دیدینش با همون که دم در بودش اومده و پرونده رو بگیره با هم رسیدین؟ همونه. تو هم دیدی شما؟ واقعا که دختر بیفکر و خودسری هستی. چرا؟ حالا مگه چی شده؟ تازه میگه چی شده؟ این خونه بزرگتر نداره؟ من هیچی، مادر نداره؟ یعنی تو نباید بیای با من و مادرت مشورت کنی؟ چرا زودتر از اینا به من نگفتی؟ آخه یه دفعه ای شد، الانم که طوری نشده. اگه مامان بگن نه، میگم نه. یا بگم نه یا که نه یا هما ویلش هما با این حرص خودش رو میزنه. سینا پاشو برو تو اتاقه. چرا؟ خب دارم غذا رو میخورم. غذا تو بردار ببر تو اتاقت بخور، میخوام آخره تو کلمه حرف بزنم. چون غذا هم نمیخورم. حالا اینه که خواهر بزرگترت هنوز تو خونه هست و بیرون نمیارم، ولی تو نمیگی واسه عقد رسمی به اجازه بابات احتیاج داری؟ مامان جان شما بذارین اینا بیان اصلا ببینیم چی میشه. هنوز نه به داره نه به باره. بعدشم واسه اجازه پدر نه سلامتی من خودم حقوق خوندم، یه کاریش میکنم. خودم اوضاع این زندگی رو چی؟ اونم خودت یه کاریش میکنی؟ شرایط زندگی ما هر جوری که هست یه واقعیته، باید بدونن. ولی تو باید از من اجازه میگرفتی، باید هماهنگ میکردی، ناقصب میکردی خونه رو عوض کنیم، یه دست مبل تازه بخریم. آخه با این وضع این خونه هر کی بیاد اینجا رو ببینه دومش میذاره رو کولش فرار میکنه. بذاریم فرار کنه، بذاری ما رو همونجوری که هستیم ببینم. هما جونم دورت بگردم یکم با هم حرف بزنی. من اعصاب ندارم، عقبم ولم کن. باش بر نگم، اصلا منم خجالت میکشم اشکاتو ببینم. تو خانومی بزرگی، واسم خواهری کن. مثل اون موقع که بچه بودم منو میبردی مدرسه، یادته؟ وسط ساندویچ اولویه میخریدم؟ آره. بعد خودت گرسنت بود علکی میگفتی سیری که من گشنه نمونم. از بس کم طاقت بودی، عوضش تو صبور بودی، هنوزم هستی. این همه زحمت کشیدی، سوزن زدی که خواهر کوچولوت بره دانشگاه و بشه یه وکیل باهوش. حالا شده مدعی، میخواد ازدواج کنه، اونم بدون نوبت. که حرف نوبت زن، من همه ناراحتیم واسه خاطر این بدبختی و نداریمونه، واسه خاطر این بختی که بابامون به باد داده. خب حرف منم همینه، واسه آدم های بد اقبالی مثل من و تو ازدواج شاید یه شانس دوباره باشه برای خوشبخت شدن. یعنی چی؟ منظورتو نمیفهمم. ببین اما خانواده بهزاد دستشون به دهنشون میرسه، مرفه نیستن اما بی نیازن. من فکر میکنم شاید اگه این وصلت سر بگیره یه راهی باشه برای ازدواج تو.
مرد شور هرچی شوهره ببرم. که اصلا حرف ازدواج زد. من اصلا نمیخوام شوهر کنم. اصلا من فکر ازدواجم نمی کنم. الهی من قربونت برم. عقبام بمیره گریه نکن. چیه؟ خیال میکنی به حال تو حسودی میشه؟ دیوونه کدوم حال؟ همش استراب و دلشوره از آخرین حسودی داره. ببینم تو چرا منو بغل نمی کنی؟ یه کار گنده بچه وقت بغل کردنه. دارم واسه اون موقع که کوچیک بودم گریم می گرفت بغلم می کردی تنگ شد. به جمعی تو رو خدا دیر شد. اینجور خونه مردم رفتن و دختر پسند کردنم نوبره والا. نمیگی چه جور خانواده ای هن؟ نمیگی سر و وضعشون چطوره؟ لاقل آدم تکلیف لباس پوشیدنشو بده. بابا مادر من اونا هم یکی هم مثل ما دیگه. شما ماشاءالله همیشه خوشتیپ هستی، نگرانی نداره. من رو چه سورا یا دیر شد. همش آدمو هول میکنی. ماما هم بالاخره نفهمیدی این خانواده عروس چیکارا؟ نه بابا این پسر مگه مغر میاد؟ چه خبرتی میپری جلو من؟ دارم خودمو نگاه میکنم. آ ترس بابا داداشت مشکل پسنده. حتما از اون خانواده هایی کلگان. نه تقصیر این مامانه که اینقدر دل به دلش میده. من و تو هم که غلام حلقه به گوش آقایی. بریم برو بست نکن. ایشالله یه روزم شیرینی عروسی خودتو بخوریم مامان جون. ای بابا مادر جان بگو ایشالله. لباسم چطوره؟ خوبه؟ دختر روز خواستگاریش باید همینطوری لباس بپوشه دیگه. فقط یه شال رنگی بنداز. برام یه دستی هم به سر و رول بکش وقت رنگ بگیریم. مثل زردی گرفته ها شدیم. کاش میتونستیم قبل از اینکه اینا بیان اینجا رو عوض کنیم. میترسم وقتی میان بخوره تو ذوقشون این خونه در به داغ. هما جان من که دیشبم بهتون گفتم دلم نمیخواد به چیزی که نیستم تظاهر کنم. من نمیفهمم قسم حضرت عباس تو رو قبول کنم یا دم خروسو. از یه طرف هم از صداقت و درستی میزنی، از یه طرف دیگه اون دروغ شاخدار راجع به بابا میگی. جنگ اول مامان ده هست صلح آخر. راستشو بگو خلاص. ببین حرف اگه بمونه میگنده اون وقت گنداب زندگی تو بر میداره. دلم خوش بود توی خونه ساز عروسی کوک بشه. بعدش دیگه نوبت خودمه که آسینه ها بالا بزنم. اما الان رفتم چهار قلم میبره گرفتم، کلی هم پول عجیب خودم گوشم. قیمت هم وحشتناک وحشتناک دارم. بنده اعلام کردم میخوام زن بگیرم، دیگه پشیمونم اعلام میکنم شکر خوردم. اصلا مردم هم به تو زن دادن، آخه دختراشون از تو جوب گیر آوردن. کی منو داری میگی تو؟ نه مردم تو کوچه صف بسته، همجو جمعیت کرور کرور رفته. اصلا از کوچه هم زده بیرون. استتار کردم خودم یواشکی اومدم. چی میگی؟ آره راست میگی، شنیدم صدای آمبولانس هم تو کشت مرداتو پشت سر جمع میکرد. بابا صدا محله رو برداشته، همه شاکیه. فکر کنم شوخی ما میخندی. یه دقیقه ساکت، یه دقیقه ساکت جانم، یه دقیقه صدا رو گوش بده. راست میگه دیگه داداشم، مگه چشه به این خوبی؟ دلشونم بخواد دختر. الهی من قربونت برم. گوشه آره سوسکه از دیوار میرفت بالا، خواهرش بود قربون دست پای بلورید برم. بچه ها بچه پرو اینا رو نگاه کن چه دل گندن. الان میرسن زود باشین دست به جنبون. سینا قربونت برم، برو از میتی خانم اینا یه چهار پنج تا صندلی بگی بیار جامون نمیشه که. چهار تا واسه پنج تا بگی دیگه چا نمیشه بچا. بود فردا چا پسر ایسد آما دست به جنبون خانم. این هنوز لباس تو عوض نکردی. من نمیدونم کدومو سرم کنم. این کدوم؟ آره این بهتر بودو. ماما دست به جنبون. اینا رو ببر دختر. به به دست گل شیرینون تا بالا شهر گرفتیم، ولی داریم میریم پایین شهر خواستگاری. به این میگن همزیستی مسالمت آمیز. ساکت باش منو جان. آره بابا ساکت باش، ببینیم داریم کجا میریم، یه وقت گم نشیم. بهزاد جان مطمئنی راهو بلدی مادر؟ بله مادر من بلدم که دارم میرم دیگه.
دوباره شروع نکنم. بخوای خوشمزه بازی در بیاری من میدونم با تو. اینجا که چی بشه؟ دختر میخوای از این محل بگیری؟ نوبر بالا چیشون به ما میاد؟ فرهنگشون یا محلشون؟ یاد میبره اینجا خطرناک باره؟ فرهنگشون میارزه به 100 تا شمال شهری تازه به دوران رسیده. گیرم دختر خوب، خانوادش خوب. روت میشه دو روز دیگه بگی خانواده زنم تو این محل زندگی میکنه؟ بابا مادر من، این محله هم یه روزی اصل منهای تهران همینجا بوده دیگه. بعدم به قول خودت دختر خوب، خانواده خوب. من که قرار نیست با در دیوار خونهشون وصلت کنم که همینجا هر محلی باشی رو داشت رسم دوماد گل دست میگیره. بیا سلام. سلام، خیلی خوش اومدید. حالی شما، ببخشید. بفرم سلام، خیلی خوش اومدید. بفرمید. دستشون بگم. خواهش میکنم. دستشون بگم. به حساب میگفت همسرتون به رحمت خدا رفتن. بله، فوت کردن. به خاطر ورشکستگی و فشار طلبکارها سکته کرد. منم با کمک دوتا دخترها و خیاطی این خونه رو سر پا نگه داشتم. بارکلا. ما یه تشکر ویژه‌ام به خانم وکیل بده کاریم. به هر حال هرچی باشه باعث آزادی آقا بهزاد ایشون شدن. خواهش میکنم، من کاریو کردم که هر وکیلی برای موکلش انجام میده. عزیزم شما همیشه همینطوری هستی، تا کسی را آزاد میکنی بعدش هم اسیرش میکنی. من دخترامو پاک و نجیب باره بردم، اهل این کارا نیستم. حاج خانم سوء تفاهم نشه، من خواهرم یه مقدار شوخ و بزلگو هم مثل شوهرشون، اینه که ناراحت نشه. نظرتون چیه آقا بهزاد و آبجی برن تو حیات راحت حرفاشون رو بزنن؟ ای بابا، اینا که مدت هاست وکیل موکلن، دیگه حرفی نمونده برای گفتن. مونده عزیزم؟ نه دیگه، الان که مثل قدیم نیست که دختر و پسر بخوان جلو چش خانواده ها از رنگ و غذای مورد علاقهشون حرف بزنن دیگه. الان هاش خانم عصر عصر اینترنته، ارتباطات. ما داشتم یه لپتاپ و یه خط پرسرعت 1 گیگ. بعدش هم 7-8 ساعت با هم چت میکنن، میگن به شناخت کامل رسیدیم. آقا منوچهر، من فکر میکنم این به بحث ما ربطی نداره. چرا؟ داره. هاش خانم، شما لابد یادته اون قدیما خواستگاری برای این بود که خانواده پسر برن دیدن دختر، اگه هم قد و ترازشون بود عروسش کنن واسه پسرشون. اما حالا دختر و پسر خودشون لباس وصلت رو میبرن و میدوزن، اون وقت ما هم باید بریم تنشون کنیم. حالا شاید اینطور باشه، ولی دخترای من با نون حلال بزرگ شدن، حرمت میفهمن، سنت ها رو هم میشناسن، بدون اجازه منم کاری نمیکنن. حاج خانم یه مسئله هست که میگه حرف که بیفته رو زمین صاحبش برش میداره. خوش از ای بابا، شما چرا به خودتون میگیرین حالا؟ خب سرای خانم، اگه حرفی هست صاف و پوسکنده بگیم. چرا گوشه کنایه میزنی؟ گوشه کنایه چی؟ خب خانم به دل نگیرین، خواهر من یه خورده زبونش تند هست اما تای دلش چیزی نیست. بله خب، هرچی رو دلشونه رو زبونشون هم هست. ببخشید آقا بهزاد، ولی ای کاش قبل اینکه تشریف بیارین شرایط زندگی ما رو برای خانوادتون توضیح میدادید. گلوی از شما نیست دخترم، هر کس دیگه هم جای شما بود قلابش رو برای به دام انداختن همچو پسری سفت میگرفت. از پسرم ناراحتم، با وجودی که تحصیل کرده است ولی دقت نکرده دو تا خانواده‌ای با هم وصلت میکنن که از نظر اجتماعی و فرهنگی به هم نزدیک باشن. مگه نه هاش خانم؟ بله شما درست میگید، ما از اسب افتادیم، از اصل که نیفتادیم. ما خوب بلدیم صورتمون رو با سیلی سرخ کنیم، ولی چشممون به دست آدمای تازه به دورون رسیده نباشه. ای بابا، هیچی نشده، تازه به دورون رسیدم شدی. اختیار داریم. تحویل بگیرین آقا بهزاد. سرای خانم، کوتاه بیا، تمومش کن. من الان کوتاه نیام چیکار می‌کنی بهزاد جان؟ راضی میشی به خاطر این خانم بیای بزنی تو گوش خواهره؟ ببخشید، معذرت می‌خوام. مهمونین احترامتون واجبه. ایشالله که خدا به تک تکتون عمر با عزت بده، ولی من دیگه فکر میکنم این جلسه فایده ای نداره.
من فهم کنم زودتر را بیافتیم بهتر باشه، چون اینجا ته تهران جنوب شهره، شما که مولی شمال شهرین، فاصله خیلی زیاده. بریم که به تاریکی شب نخوریم. سینا جان عزیز، نه حرف معقولی میزنه. بله ایشون کاملا درست میگن، به اضافه این که به نظر میرسه ما دوتا خانواده هیچ سنخیتی با هم نداریم. با اجازتون دیگه ما رفع زحمت میکنم. بله بله، از قدیم گفتم کبوتر با کبوتر باز با باز، بفرمایید. بله حق با شماست، ما با هم سنخیتی نداریم، ولی لااقل ما انقدر شرف و انسانیت داریم که سر ارث و میراث و مال دنیا برادر کشی نکنیم. با اجازه. دست شما درد نکنه آقا بهزاد، دست تو هم درد نکنه، آوردیمون اینجا سکه یه پولمون کردی دیگه. دل نکنه مامان، دست شما درد نکنه، خیلی زحمت دادیم. خواهش میکنم شما زحمت نکشید. با اجازه خیلی موضوع میشه. حاج خانم اجازه بدین بابت این حرفایی که خانواده‌ام زدن ازتون عذرخواهی کنم، هرچند میدونم عذرخواهی هم دردی رو دوا نمیکنه. اشتباه از من بود که برای مراسم آمادهشون نکرده بودم. بازم ببخشید. خداحافظ. خداحافظ شما. سینا این گل و شیرینیشون هم ببر بهشون بده. خیلی خوب، زشته الان. چه زشتی داره؟ پس ببر بنداز تو سطل آشغال. زشته. کدوم خواستم، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، حوث هایی که دامن گیر میشه، میترسم چون دلم بی اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقیه که گاهی نمی افته و می افته، حس یخ زدن تو آتیش، حال سوختن تو سر.